سلام والید، از دیدنت خوشحالم. سلام سلام، از ملاقات تو خوشحالم. سلام دی، از دیدن تو خوشحالم. الان میخوایم به داخل اتاق بریم، بنابراین از شما میخوام که دنبال من بیاید. ما به داخل اتاق میریم، بنابراین لطفاً دنبال او برید. بفرمایید داخل. متشکرم. بفرمایید بشینید. همه خوش اومدید. اسم من کارنه، از طرف دپارتمان خدمات انسانی در سنترلینگ هستم. مایلیم تا صمیمانه به شما خوش آمد بگیم. هدف ما اینه که همه چیز رو تا حد امکان برای شما آسون کنیم. ما شما رو امروز به اینجا آوردیم تا درباره اون که سنترلینگ چیست صحبت کنیم، اداره مالیات استرالیا چیست و همچنین اینکه مدیکر چیست. میدونیم که سفر طولانی داشتید و هنوز خستید. اونچه که روبروی شما قرار دادم یه کارت نمایشیه. این در واقع شبیه نمونه واقعی اونه. پس از اون که امروز ما تمام تشریفات اداری رو انجام دادیم، برای شما یکی از اینها صادر میکنیم. نام این کار مدیکر است. برای شما همچنین یک کارت بانکی صادر خواهد شد. این کارت بعداً از طریق پست به دست شما میرسه و این از طرف اداره مالیات استرالیا است. آیا سوالی تا اینجا نداری؟ بصراحة لا يعني بس احنا يعني للمدة تا الان نه، اما میخوام دولت استرالیا همچنان در دراز مدت از ما حمایت کنه. مایلیم شما از سفارت استرالیا و دولت استرالیا برای خوش آمدگویی به ما تشکر کنی و امیدواریم که با ما در ارتباط باقی بمونه. البته یکی از مزایای سنترلینک و چیزی که من واقعا به اون افتخار میکنم اینه که این ام امروز خاتمه پیدا نمیکنه و از شما حمایت خواهد شد، نه تنها توسط من بلکه توسط هر کسی که در هر یک از دفاتر سنترلینک فقط با اومدن و تماس گرفتن خدمات به شما ارائه خواهد شد. حالا میخوام یک سری فرم رو به شما بدم و بعد از اون ما درباره اینکه این کاغذها چی هستن صحبت میکنیم و برای شما توضیح میدیم. بعد شما میخوایم که اون رو امضا کنید. اونچه که ما با اون شروع میکنیم برگه ای که روی این کاغذها قرار داره. این برگه درباره اینه که شما نیاز به یک مترجم شفاهی به زبان عربی دارید. این یک خدمات رایگانه که به شما ارائه میشه. در برگه بعدی شماره پرونده سنترلینگ شما رو دارید. نام شما، تاریخ تولد شما و کشور محل تولد شما. شما در روز 23 یعنی دیروز وارد استرالیا شدید و سپس وقتی به پایین تر میریم نام بچه ها قرار داره. چون این فرم سنترلینک ما اطلاعات بچه ها رو تحت پرداختی نور قرار دادیم. ما این کار رو به این دلیل انجام میدیم که مادر رو به عنوان مسئول بچه ها میشناسیم. بنابراین ما به طور خودکار مشخصات بچه ها رو تحت مشخصات مادر قرار میدیم. خیلی عالی، نخستین فرم حالا تکمیل شد. او از شما تشکر میکنه زیرا به او کارت ایمی کارت دادید. او میخواد از اون چند کپی بگیره، یک کپی برای اونها برای سنترلینک و یک کپی برای بانک. آقای تروی که از بانک اومده با شما در خصوص باز کردن یک حساب برای خودتون و تکمیل فرم ها صحبت میکنه. من یه حساب بانکی برای شما باز کردم. میخوام درباره هزینه های مربوط به اون توضیح بدم. این حساب برای شما باز کردم هیچ هزینه ماهیانه ای نداره و به شما اجازه استفاده از بانک ما برای برداشت پولتون رو میده. از طریق آبر بانک های ما یا در داخل شعب از شما نباید هیچ هزینه ای برای این حساب دریافت بشه. وقتی که کارت دبیت مستر کارتتون رو دریافت کردید، با در دست داشتن ایمی کارت خودتون به یکی از شعب بانک ما بیایید و ما میتونیم اون رو برای شما فعال کنیم و از شما بخوایم تا شماره پین خودتون رو انتخاب بکنید. Hello everyone and welcome. How was your first night on the Gold Coast? سلام. حال همه شما چطوره؟ نخستین روزتون اینجا در گولد کوست چطور بود؟ ما به سلامت رسیدیم. بچه‌هام آرومن. هیچ مشکلی نیست. اونا خوب خوابیدن. اونا خوب استراحت کردن. همه خوب هستن. خیلی خوب. امروز می‌خوام یه آشناسازی محلی انجام بدیم. شما چیزایی مثل مرکز خرید رو می‌بینین، چیز جایی که می‌تونید مواد غذایی خریداری کنین. بعد شما رو به بانک میبریم، همینطور به اداره پست، جایی که میتونین قبضای خودتون رو بپردازین و نامه بفرستین. به روزنامه فروشی میریم که از اونجا میتونین یه گو کارت بخرین. این کارتی که از اون برای سوار شدن به اتوبوس و ترام استفاده میکنه. دو نوع فروشگاه وجود داره، فروشگاه‌های بزرگ مثل فروشگاه‌های مواد غذایی و همچنین فروشگاه‌های کوچک. شما میتونید یک گو کارت برای رفت و آمد تهیه کنید. ما همچنین به شما نشون میدیم که کتابخونه کجاست که بتونین کتاب به امانت بگیرین، همچنین مطب دکتر که میتونین وقت بگیرین. اکرم همچنین نکات رو درباره ایمنی معابر برای شما توضیح میده که مطمئن بشیم شما میدونین چجوری به صورت امن از خیابون رد بشین.
سلام، خوش اومدید. بفرمایید بشینید. حالتون چطوره؟ خوب. اسم من میرانده و از ستلمنت سرویسز اومدم. بسیار عالی، متشکرم. ما منتظر شما بودیم. ما یک سری فرم ثبت نام و رضایت نامه برای مریض ها داریم که باید تکمیل بشن. ما از شما میخوایم تا برای هر یک از اعضای خانواده یک فرم پر کنید و سپس صفحه پشتی اینجا رو امضا کنید. لطفاً ایمی کارتتون رو در بیارید. نیاز به مترجم وجود داره. بخش مترجم رو هر بار که یک دکتر رو ملاقات میکنید تیک بزنید. سلام، صبح همگی بخیر. من لی هستم. آیا میتونم انی رو ببینم؟ متشکرم. My name is Lee. I'm a nurse here. We brought you here today to do a nurse assessment first. اسم من لیه. من پرستار اینجا هستم. ما امروز شما رو به اینجا آوردیم تا ابتدا یک ارزیابی پرستار انجام بدیم. من از شما چند تا سوال خواهم پرسید. حالا شروع می‌کنیم. انی، آیا دخانیات مصرف می‌کنید یا مشروب می‌نوشید؟ نه. بسیار خوب. آیا تا به حال برای انجام هر نوع جراحی یا بیماری در بیمارستان بستری شدید؟ نه. در خانوادتون آیا از هیچ تاریخچه جدی خانوادگی اطلاع دارین؟ مثلا دیابت یا بیماری قلبی؟ نه، هیچ کس. بسیار خوب. سلام، من دکتر ادلا برنبیل هستم. من برای World Wellness Group کار میکنم. میخوام امروز به شما اطمینان بدم که هر چیزی که با من به اشتراک میذارید، من باید اون رو محرمانه نگه دارم. بنابراین نمیتونم اون رو بدون رضایت شما با دیگران به اشتراک بگذارم، مگر اینکه اون چیزی باشه که یک تهدید برای شما محسوب میشه یا تهدید برای دیگران. ما پناهندهای گوناگونی رو از پیشینه‌های گوناگون ملاقات میکنیم. خدمات فراوانی در خصوص حمایت‌های مربوط به سلامت روان وجود داره، از متخصصین بالینی امور سلامت روان مانند روانشناسان و روانپزشکان تا گروه‌های اجتماعی که میتونن همچنین کمک کنن. زیرا بعضی اوقات این انزواست که در واقع موضوعات گوناگون رو با یکدیگر قاطی و بدتر میکنه. مایلم بدونید که من برای کمک به شما اینجا حضور دارم. آیا هیچ مشکل جدی پزشکی در گذشته داشتید؟ هر نوع بیماری جدی یا جراحی؟ آیا اصلا هیچ گونه دارویی رو به طور منظم مصرف میکنی؟ آیا به هیچ داروی حساسیت داری؟ آیا سیگار میکشی؟